در اروپا و در آمریکا ما رو میبینید درود فراوان به شما عزیزان امیدوارم که هر جای دنیا هستین براتون خوش میگذره امیدوارم که زندگی به کامتون باشه به نشستین، به نمای و نشستین برنامه های ما رو میبینید به گوش میدین به کلام خدا گوش میدین که کلام خدا برای زندگی های ما مفیده چون زندگی رو به ما یاد میده کلام خدا که چجوری زندگی بکنیم چه در دو هزار سال پیش بود چه امروزه باشه امیدوارم که خوب باشه بیزار برنامه رو با دعای آغاز بکنم تا کنترل خداوند بیاد به هدایت بکنه خداوند ها شک گذار سپاس گذارم برای این وقتی که به من داده ای قدوس شکرت کنم از تو طلبم ای خداوند قلبها رو آماده کن تا وقتی کلامتو میشنبن به قلبهاشون بشینه خداوند و از کلامت برای زندگی استفاده بکنه خداوند ای قدوس از تو می در نام پر جلال ایسای مسیح برنامه منو تحت کنترل به حمایت خودت قرار بده به ای قدوس از تو می که روی قدوس تو بریزی اینجای خداوند به تمام افکار من در دستهای خودت بگیری و همچنین ای قدوس از تو می طلبم ای خداوند هدایت تو ایمایت بکنی برنامه ای منو شکرت می کنم به نام پرجلال عیسی مسیح طلبیدم آمین خب امیدوارم عزیزان ایرانی که هر جای دنیا هستین بهتون خوش بگذره امیدوارم که زندگی هرچی هم به کام نیست ولی دل آدم خوش باشه زندگی به کام آدم پیش میره خب شمالی عزیز شما چطورین امیدوارم شما هم خوب باشین در این تابستان گرم همه جا گرمه اروپا گرمه آمریکا گرمه تمام کره زمین گرم شده ولی امیدوارم که خوش باشین میدونم که خوش هستین خب بیزار شعر ما رو بخونیم بعد بیایم کلام خداوند بخونیم براتون که ببینیم خداوند به ما چی میگه شعر منم میخونم براتون عزیزان امروز البته کارگردان عزیز ما یاسر جان است که واقعا زحمت بسیار میکشه برای این تلویزیون و شما عزیزانیم که ما رو میبینین امیدواریم که با ما کمک بکنین که ما بتونیم این تلویزیون رو وسعت بدیم و بتونیم که بریم روی ماباره به حقیقتا برنامه های متنوع برای شما اجرا باشه که الان هم براتون میذاره متنبه فیلم سینمایی، سخنرانی، دیگه اجتماعی، علمی، فرنگی، راز بغا همه چی براتون میذاره ولی وقتی کمک بکنیم به ما این وسیتر بشه تلویزیون میتونیم حداقل برنامه های بیتری برای شما ایراه بدیم که شما وقتی برنامه های ما رو ببینین دیگه همونجا بشینین یه چایم هم بردارین که برنامه ما رو گوش بدین امیدوارم به امید, با امید خداوند خب میگه چهره از دیدن روی مسیح زنده شده چون که با فیض مسیح زندگی ام از سر نو زاده شده منجی هم بین دو عالم بر زمین تابنده شده همه جا عطر مسیح در دلا آکنده شده مسیح در روی صلیب از پدر آزرده شده اما با ریختن خونش یک جهان زنده شده حال دیگر دل ما با مسیح شاد شده چون که نام مسی در در دل های شما باز شده با نام مسی در این دو عالم معجزه باز شده در نام مسیح همه عالم با معجزه یاد شده در یاب که عیسی مسی برای ما کشته شده باز در یاب که عیسی مسی برای ما مرده شده زنده شده جلال باد بر نام عیسی مسیح که برای نجات ما روی صلیب رفت مرسی که گوش دادین خب عزیزان قبل از که بریم برنامه رو شروع بکنیم درس ما رو شروع بکنیم یه ذره بیزار از ایران صحبت بکنیم یه ذره از مردم ایران صحبت بکنیم بد نیست چاشنیه دیگه یه چاشنی بزنیم بعد بریم توی درس من این روزا میبینم که ایرانی های ما خیلی بی شدن یک سری هستن چند درصدی هستن که حقیقتا میخوان بالاخره یه اعتراضاتی یه ذره میان جلو ولی کلا نمیدونم چی شده که ما ایرانی ها اصلا مثل که خیلی اصلا دو زدیم تو بیخیالی ولش کن هر چی میخواد بشه باد آباد اصلا این نیست که هر چی بادا باد آباد بشه چون ببین اون هفته گفتم این نیز میگذرد واقعا این نیز بگذرد این رژیم جمهوری اسلامی هم میره خیلی ها ترس توی دلشون هست تو ایران نمیدونم برای چی ترس دارن ببین شما تو اروپا تو هر جای دیگه میبینین اگه یک ذره دموکراسی وجود داشته باشه میان اعتراض میکنن از حقشونو میگیرن ولی تو ایران درست اینا کشت و کشتار میکنن هر چقدر هم کشتار بکنن وحشی باشن مثل پنوشه که همه رو میکشت تو شیلی نمیتونه بالاخره افتاد اونم ملت وقتی اتحاد پیدا بکنن همدست بشن بیان بیرون باور بکنین اینا هیچ اصلا هیچ چیزی از دستشون بر نمیاد خودشون الان میدونن که افتادن ببین, ببین چقدر بی یک رژیم در دنیا چقدر باید پر رو باشه اصلا وزیر و خارجش هم تحریم شد خب اصلا چی میشه اصلا من نمیدونم برای که شما نگاه بکنین وزیرش رهبرش نمیدونم و یکیش فردا حتما روحانی هم میکنن رئیس جمهورش هم میکنن هم تحریم میکنن تموم شد بابا ما باید یه ذره از این بیتواودی بیایم بیرون یه ذره باید خودمون واقعا یه تجدید بکنیم افکار خودمون رو یه ذره خودمون بینیم واقعا تو ایران نستیم زندگی میکنیم آیا میخوایم فقط فکر ما از که فرار بکنیم از ایران از این رژیم در بریم خودمون رو آزاد بکنیم یا اینکه نه دست به دست هم بدیم رژیمی بندازیم یک رژیمی بیاریم که تو ایران که بهترین کشور دنیاست خداییش شما فکر میکنین که از ایران بیایم بیرون اینجا زحمت نداره هر جا بیاین زحمتش بیش از اینی که شما الان تو ایران زندگی میکنی هر کسی که میاد از ایران بیرون میاد تو اروپا تو امریکا هر جا از کلی باید زج بکشه زحمت بکشه تا زندگی خودش ببره جلو صبح تا بی کار داره میکنه حداقل اینجا باید ده ساعت دوازده ساعت کار بکنه اینجوری نیست که سریوسی من نمیدونم پول بهت بدن نمیدونم اینجا آمدی همه بینفیت داشته باشی بیمه داشته باشی بلن. نه نیست اینجوری همه رو باید بخری کشور سرمایداریه دیگه ایران ما سرمایداری بود ولی با این وز مردمی چند ساعتی کار میکردن یا چهار پنج ساعتی کار میکردن زندگیشون هم خوب جلو میرفت ولی شما الان نگاه بکنین نیست همچی چیزی یا الان مردم ایران اینجوری شدن هر کسی که با هم رفاقت میکنن یا نمیدونم توجهی به هم دارن یا نگاه به موقعیت اون طرف میکنن که با اون رفیق بچن یا به ثروت اون طرف نگاه میکنن یا به یه چیزایی نگاه میکنن که برایش بسرفه یا مثلا میگه با این رفیق بشم برام بسرفه مثلا یه کاری برام انجام بده سابق اینجوری نبود سابق رفاقتی واقعا رفاقتی بود حجبه حیایی بود اونجا ما جوون بودیم اینقدر حالا, ل... حالا که این جوونا رو میبینم واقعا اصلا من نمیدونم اینا چی میخوان اینقدر دیگه این جان دیگه کوچیک شد و ارتباطات اینقدر نزدیک شد اصلا معلوم نیست مردم این بچه ها جوان ها خودشون هم سرگردونن بابا سابق مردم رفیق می مثلا با هم اصلا نگاه نمی کردن که اون ثروتمنده علا یه تعداد کمی چرا اینجوری بودن موقع تار نگاه میکردن ولی هیچ کس نگاه نمی کرد آقا اون مثلا رفیق من سربادمنده. اون یکی فقیره اون یکی نمیدونم نداره اون داراز اصلا این چیزا نبود با هم رفیق میشدن ولی همش الان موقعیت ها رو نگاه میکنم بین مثلا من با این رفیق بشم این برای من چی به درد میخوره آیا واقعا پنج درصد تو زندگیم به درد میخوره باش با رفیق بشم اگه نخوره نه نمیشم مثلا همین الان این پناهنده میگیم بیان بیرون بیان اروپا آمریکا همه با آغوش باز این همه پناهنده گرفتن از همه کشورها گرفتن از آسیا هر کسی ناراضی بود از کشور حکومت خودش اومد بیرون اومد مثل من مثلا بیرون پناهنده شد اینا با آغوش باز گرفتن خدماتم دادم به مردم ولی شما بینیم مثلا توی اروپا همین آقایونی که از سوریه و نمیدونم از عراق و از اینجا و از اونجا و اینا اومدن از آفریقا اومدن اونجا مثلا اون هفته یه دونه از سوری فکر کنم مال سوری بود پسره یه زن و یه بچه که اونجا اسکای قطار واسطه بودن که قطار بیاد خول داد توی ریل قطار که بچه مرد ولی مادر خودش تونست نجات بده این چه طرز فکری آخه از اونجا من بیام اینجا توی این کشور پناهنده بشم همه چی رو به من بده اینجا همه ای تا هر چی رفاهی میخوام در زندگی به من بده بعد من نمک بخورم به قول بچه ها نمک دونو بشکنم یا نمیدونم هشت نفر از این پناهنده یه یه دختر 18 ساله رو تو آلمان به زور گرفتن تجاوز کردن آخه ما آخه, آخه، اونایی که که شما رو راه دادن اونجا پذیرایی دارن میکنن حقشونه که شما به زن بچهشون تجاوز بکنین حقشونه که شما زن بکشین چرا اینقدر فکر عقب افتاده داریم این توی به خصوص تو کشورهای اسلامی من نمیدونم فکرشون چجوری کار میکنه اصلا مثل که تو اجتماع نمیخوان زندگی بکنن مثل که میخوان فقط یه کتاب دینی دارن اونو میخونن برای اثر اون کتاب دینی میان مردم میکشن اقا این چی دین خداییه آخه کی میگه همیشه بگی بکش این خدایی که اینقدر بخشش داره اینقدر فیض داره نسبت به ما انسان ها آقا ما واقعا دست پرورده این خدای اصلی هم باید باشیم نه خداهای کاذب و فیک به قول آمریکایی ها. این همه معبد به ما کرد بعد ما به انسان ها باید یه معبد کوچیک بکنیم نمی کنیم چه همیشه داریم ضربه میزنیم به انسان های دیگه میخوایم سر به تن مثلا یکی که مثلا موفقه نباشه یا اگه مثلا میبینم یه نفر موافقه نه بابا زیر پاش خالی بکنم بیزار بیفته چرا بیفته افتخار من ایرانی باید باشه ایرانی های دیگه که توی کشورهای خارجی هستن برن بالا هر چی بزرگتر باشن افتخار منه باید افتخار همه ما ایرانی ها باشن چرا نه ببین ما همدیگه رو باید دوست داشته باشیم ولی عقیده همدیگه رو که بالاخره هر کس انتقاد میکنه از همدیگه همه که یه نوع عقیده ندارن که عقیده های متفاوت دارن فکرهای متفاوت دارن مثلا یه ایرانی مسلمونه اون عقیده مسلمون داره من مسیح هستم اون باهی از اون یهودیه بر اساس دین اونا که باید همدیگه نگاه نکنیم که ما اگه میجنگیم با افکار میجنگیم نه با انسان جنگی داریم ما با انسانی جنگی نداریم انسان ها باید عاشق هم دیگه باشن چون خدایی که سازنده ای ماست عاشق ماست ما رو فرستاد اینجا که به جون هم بیفتیم اینی که یه خانواده پنج تا بچه شش تا دا بچه داشته باشه این بچه ها به جون هم بیفتن پدر مادری میگه بابا من شما رو به وجود آوردم اینجا براتون همه چی فراهم کردم که زندگی خوبی داشته باشین چرا به جون همدیگه دیگه میفتین اینه این این دور مردم واقعا خودشون هم گیجن نمیدونن چی میخوان واقعا نمیدونن چی میخوان همان هم فکر میکنم مثلا تا این حرف میزنی همان هم فکر میکنن که بابا دنیا فقط همین جاست چون این فکر رو دارن دنیا فقط همین جاست که پاچه همدیگه رو میگیرن میخوان همدیگه رو تیک پاره بکنن چون فکر نمیکنن که بابا این نیست بگذرد این دنیا فقط این دنیا نیست شما 70 تا سال مهمون این دنیایی بعدم باید برین جای دیگه اصلی اونجاست چون این فکر دارن که فقط دنیا همینه اینجا بس تیک پاره بکنیم دیگه جایی وجود نداره دنیای دیگری نیست هم دیگر تیک پاره میکنن نه این دنیا فقط 70 تا ساله بعدا باید بریم توی این جسمو که را میکنی میری توی دنیای دیگه اگه اینجا خوبی بکنی میری پیش خدا اون خدایی که دینای دیگه کاذب به شما معرفی کردن اون خدا نیست کی میگه بزن بکش غلقم بکن نه میشه خدا وقتی میری دیگه اونجا نه این جسم انسانی رو نداری اون حرس تمای انسانی رو دیگه نداری اونجا همه چی اونجا برات آماده است دیگه نه درد داری نه از این جسم خلاص میشی اصلا کلا ما چون فکرای ما فقط بعضیا بقول به قول خوشون دو تا سواد بیشتر دارن چهار تا کتاب بیشتر خوندن مطالعه خیلی خوبه اطلاعات خیلی عالیه علم خیلی خوبه ولی نه اینکه من بگم خب چون اینجوری فکر بکنم فقط این دنیاست میفتم به جون هم دیگه هر چی این دنیاست که بس این دنیا من باعث همه رو غلقم بکنم خودم بهترین زندگی داشته باشم اینجور فکر میاد که همه دارن هم میخورن واقعا با یک تجدید نظر در افکارهای خودمون بکنیم باور بکنیم هر کدوم ما امروز درس ما از متای 24 که میگه زمانهای آخر به بازگشت عیسی مسیح آمدن مسیح میگه هنگامی که عیسی از خانه خدا خارج میشد شاگردانش آمده خواستن او را به دیدن ساختمان های گوناگون خانه خدا ببرن اصلا خانه خدا که اونجا درست کرده بودن عیسی مسیح گفتن بیا بریم مثلا خانه خدا رو ببینیم اما عیسی به ایشان گفت این ساختمان ها چنان ویران خواهد شد که سنگی روی سنگ باقی نخواهد ماند گفت تمام این زیبایی این ساختمان ها رو دیدی همه اینا ویران میشه اونا فکر میکردن مثلا این خانه خداست همینجوری میمونه فلان نه خدا در یه جا ساکن نمیشه ساعتی بعد وقتی او در دامنه کوی زیتون نشسته بود شاگردانش از او پرسیدند این اتفاقا چه زمانی خواهد افتاد ما چگونه می توانیم بفهمیم که شما کی به این جهان باز میگردید تازه داره سوال میکنن که تازه فهمیدن دوزارشون یه ذره افتاده 20 درصدی که عیسی مسیح میگه که من دوباره باز میگردم به این جهان باقتیر هم داره میپرسه که چی موقع شما باز میگردید ما چگونی میتوانیم بفهمیم که شما کی به اینجام باز میگردید و کی دنیا به آخر خواهد رسید عیسی به ایشان گفت مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد چون بسیاری آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و ایده زیادی را گمراه خواهند کرد چقدر الان اومده میگن من, من, من خود مسیح هستم خیلی از چند شما بزنید تو اینترنت ببینید که تعداد زیادی میگن که من مسیح هستم دوباره اومدم به این جهان و ایده زیادی را گمراه خواهند کرد یک سری مثلا برای خودشون 500 تا 5000 تا 10000 تا برایشون طرفدار میگیرن بعد خودشون نابود میشن اون ترفتاران از بین میگه می همه اینا دروغ بابا عیسی مسیح اینا رو داره میگه دو هزار سال پیش میگفت و اینا بچه وقتی شاگردانش نوشتن که ما بخونیم بدونیم که ایسای مسیح چی گفته به ما میگه ایده زیادی را گمراه خواهند کرد از دور به نزدیک خبر جنگ ها به گوشتان خواهد رسید اما پریشان نشوید زیرا جنگا درگیر خواهند شد اما آخر دنیا در آن زمان نیست مثلا جنگ جانی اول شد جنگ جانی دوم شد دنیا به آخر که نرسید که عیسی مسیح همینه داره پیش بینی میکنه اون موقع میگفت که جنگ ها میشه ولی آخر دنیا نیست قوما و ممالک جان با یکدیگر به ستیز برخواهند خواست میز جنگ جانی اول و دوم در جاهای مختلف قحتی زمین لرزه روی خواهد داد ولی اینا پیش آمد بلاهای بعدی است درد میگه زایمان اینا اینا رو وقتی میبینی اینا دردهای زایمانه پیش آمده که دنیا داره به آخر میسه میگه آنگاه شما را شکنجه داده خواهند کشت چقدر تو این کشورهای اسلامی اونایی که مسیحی هستن اینایی که مسلمونن مسیحی ها رو میگیرن میکشن اونایی که مسیحی میشن میکشن و اعتقادم دارن که عیسی مسیح پیغمبرشونه بعدا اگه منی که به پیغمبرشون همون عیسی مسیح که پیغمبر مسلمون است، اگه من به اون ایمان بیارم کافرم اگه من به اون ایمان بیارم باید کشته بشم شکنجه باید بشم همین پیغمبر مسلمان هاستا ولی من نباید به اونا ایمان بیارم حرفی فقط پیغمبره پیام آور حرفیه آنگاه شما را شگنجی داده خواهند کشت بله شما چی حقی دارین بریم به مسیح ایمان بیارین شما چی حقی دارین که مسیحی بشین ما میگیم پیغمبر ماست ولی علیکی حرف میزنیم چون ما تو اسلام به ما گفتن که تقیه کن دروغ بگو مسلحتی <applause> تمام دنیا از شما متنفر خواهند شد الان ببین ما وقتی میگیم که آقا به مسیح ایمان داریم نمیدونم مسیح میگی اینجوریه آخر زمان نمیدونم دنیای دیگری وجود داره از کلام عیسی مسیح میگی ما رو مسخره میکنن میخندن برای ما ما رو میگن شما اصلا فکرتون خیلی عقب افتاده است و واقعا متنفر میشن از آدم زیرا شما پیرو من میباشید چون ما پیروان عیسی مسیح هستیم بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و یکدیگر را تسلیم خواهند کرد عیسی مسیح میگه آخر زمان میشه همینی که منی که مسیح شدم از ایمان خودم برمیگردم میدونی چرا اینقدر زرق ورق دنیا منو میگیره اینقدر مال این دنیا مقام این دنیا همه چی اجتماع منو میگیره من از ایمان خودم زده میشم یا ایمان آبکی دارم علیکی میرم مثلا توی کلیسا ولی هیچ کاری از من سر نمیزنم فقط روی وظیفه میرم کلیسا دو ساعت مثلا گوش میدم میام دیگه نه بشارتی میدم نه زندگی خودم رو درست میکنم که رای درست را برم همون کار رو میکنم برای خودم بعدا میگم مسیحم هستم بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت به یک دیگر را تسلیم کرده از هم متنفر خواهند شد الله این که داره میگه به ای میگه که به مسیح ایمان میارن از هم متنفر خواهند شد بسیاری میگه برخواسته خود را پیامبر یا نبی معرفی خواهند کرد میگه شما این پیامبران دروغین که زیاد میشن و مردم زیادی رو گمراه میکنن میگه از این نبی های دروغی زیاد میان. بریم یک سرود گوش بدیم برگردیم به شما. استین و از کلام خداوند در این سود میبریم خب ما از متای 24 در این میگیم از کتاب مقدس که در بیستیقه اول خوندیم تا آیه در خوندیم میگی بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و یکدیگر را تسلیم کرده از هم متنفر خواهند شد و بسیاری برخواسته و پیانبران دروغین زیادی مردم را گمراه خواهند کرد میگه پیامبران دروغی به نبی های دروغی میان و مردم بسیاری رو گمراه میکنن مثلا شما پیامبران دروغین خودتون نگاه کنید کیست که ایده میلیارد میلیاردم یک میلیاردم یه میلیارد خورده به رای این عراف کشیدن میگه گناه آنقدر گسترش پیدا خواهد کرد دیگه ما داریم میبینیم دیگه ببینیم چقدر مردم گناه دارن میکنن بی خیال همه همم هم برای خوشون یه قانونی دارن گناه دارن میکنن ولش کن بابا میگه دنیا همینه و هر چی همینه لذت ببر از این دنیا ولش کن گناه انقدر گسترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیار سرد خواهد شد همه ظاهری با همدیگه رفیقن محبتی وجود نداره اینجا روی محبت برای همدیگه کار نمیکنن از اولم گفتم تا برای من نصرفه برای یه یعنی نفر دیگه یه کاری انجام نمیدم یه قدم ور نمیدارم ببینم نه این قدمی که ور میدارم واقعا برای صرف من هست یا نه محبت بسیار سرد خواهد شد اما فقط کسانی نجات خواهند یافت کتاب با آخر طاقت بیارن عیسی مسیح میگه کسانی نجات پیدا میکنن که همه این چیزها رو میبینن که گمراه نمیشن از ایمانشون بر نمیگردن محبتشون رو سرد نمیکنن بلکه محبت خالصانه همونجوری که خدا به ما محبت کرد ما به مردم محبت بکنیم وقتی فیض عظیم خدا که شامل ما شد ما یک ذره لاقل اون فیض محبتی که گرفتیم یک ذره بدیم به مردم بعد میگه سرانجام فقط وقت سرانجام وقتی مجده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن باخبر شدن آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید عیسی مسیح میگه وقتی این پیام منج... انجیل به همه مردم دنیا رسید همه شنیدن این پیام و دنیا به آخر خواهد رسید هم که با این وضع ماواره ها با وضع این تلفن و دیگه نمیدونم مدیه هایی که داریم میبینین شما مجازی همه سری گوش میدن بالاخره به گوششون میخوره یک کلمه هم شده به گوششون میخوره وقتی میگه همه این پیام شنیدن به گوششون خورد دنیا به آخر میرسه اینو ایسای مسیح میگه میگه چون پس وقتی آن چیزهای وحشتناک را که دانیال نبی دربارش نوشته است دانیال در فصل هفت خوابی رویایی که دیده بود زمان آخرار داشت میگفت عیسی مسیح میگه که دانیال نبی که در بارش نوشته است اونو بخونید میگه چون در آن روزا مردم به چنان مصیبتی دوچار خواهند شد که هیچ کس در عمرش ندیده است اینقدر بدبختی و بیچارگی جنگ و قطی و زلزله و همه چیز زیاد میشه که میگه عیسی مسیح میگه در تمام عمر اونه ندیدی این بدبختی بیچاره گیه رو در واقع میگه اگر خدا آن روزهار سخت را کوتاه نکند هیچ انسانی جان سالم به در نخواهد برد ولی خدا مض خاطر برگزیدگان خود کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارند خدا مز خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد کرد به خاطر فرزندان خود به خاطر اونایی که به مسیح ایمان آوردن اون میگه وقتها رو کوتاه خواهد کرد خداوند در آن روزها اگر کسی به شما بگوید مسیح به فلان جا آمده است یا او اینجا و آنجاست باور نکنید چون مسیح میگه همه این پیغمبر های دروغی نبی های دروغی میان و خودشون مسیح هم اعلام میکنن میگه باور نکنیم چون از این مسیا و پیغمبران دروغین زیاد خواهند آمد که یک دونش اومد تازه یه میلیون چار... یه میلیارد و چهارصد میلیون نفر رو گمراه کرد و حتی معجزه نیز خواهند کرد شیطان هم معجزه میکنه میگه معجزهم خوا... معجزهم خواهم کرد که مردم گل میخورن نگاه میکنن گل میخورن که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا هم گمراه برگزیدگان خدا را هم گمراه میکردن اگه من که ایمان دارم اگه یه ذره متوجه نباشم من هم گمراه میکنم یه توی تلویزیون نشون میدن اینایی که مثلا از روی آم میرن رو می پل میرن نمیدونم رو دیوار میرن همه رو تکنیکیه دیگه همه رو تکنیکی هایی که خودشون دارن بعدا پشت صحنه بعضی،, بعضی, چیزها رو نشون میدن حتی بعضی موقع آدم گول میخوره اینا رو میبینه من از ابتدا اینا رو گفتم تا مواظب باشید عیسی مسیح میگه من اینا رو به شما دارم میگم و اینجا نوشته شد که بعدا هم ما بفهمیم که بدونیم که اینا همه دروغینن پس اگر بیایند به به شما بگویند که مسیح در بیابان دوباره ظهور کرده به سخنانشان امیت ندهید چون مسیح اینجوری نمیاد الان خودش میگه و اگر بگوین نزد ما مخفی شده باور نکنید چون آمدن من یعنی مسیح مانند برق آسمان خواهد بود یک لحظه میگه میسه برق آسمان خواهم آمد و در یک لحظه از شرق تا غرب را روشن خواهم کرد اینجوری میاد عیسی مسیح نه اینکه بگن که مسیح اومده فلانجاست نه تمام دنیا مسیر رو میبینن وقتی مسیح بیاد الان که او مسیح بیاد دیدی ماوارا همه جا راحت نشون میدن همه چی رو. بس میگه دنیا اون موقع نمیتونست بگه ای میاد نمیدونم منو از دوربینا همه جای دنیا نشون میدن اینو که نمیتونست بگه مرد اگه میگفت یه اتوبوس یه ماشین اختراع میشه سرعت میرس. 380 مایل 200 مایل 300 مایل باور نمی‌کردن میگه علاقم ما چقدر سرعت میره مگه علاقه <تصفح> فقط میدیدن دیگه اسم علاقه میدیدن میگفت چقدر سرعت میره میگه میگه مثلا این 380 مایل سرعت میره نمیدونن باور بکنن همین حالا اگه منو بگم مثلا فلا یه چیزی مثلا بیاد اصلا آقا تو یک لحظه میری اون طرف اون میای فلا من که باور نمی‌کنم حالا که اون موقعم اینجوری بود میگه بعد از آن مصیبت ها خورشی تیره و تار خواهد شد ما دیگر نور نخواهد داد ستارگان فرو خواهند ریخت و نیروهایی که زمین را نگه داشتند به لرزه در خواهند آمد یک فیلمی از این کانال هیستوری چانل من دیدم که همین در رابطه با زمان آخر داشت صحبت میکرد همینی که الان نوشتی اینجا ستارگان فرو خواهند ریخت نیروهای زمین نگه داشته همه به لرزه در خواهند آمد یه لحظه نشون داد تمام این کهکشان مثلا میزی یه پرده است پرده سیاه یه دقیقه اون پرده رو برداری یک آسمان یک زمین جدیدی دوباره میاد خداوند داره اینی میگه که اینا همه هستن اینا از بین میرن یه آسمان و زمین جدیدی میاد برای ما به سرانجام نشانه آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد چقدر لذت بخشه ولی چقدر ناراحت کننده است که هم لذت بخشه که عیسی مسیح میبینی نجات پیدا کردی الان اگه نجات پیدا کردی عیسی مسیح ببینی خوشحال میشی ولی اون موقعی که نجات پیدا نکردی ناراحت کننده است که عیسی مسیح اومد دیگه زمان به آخر رسید دیگه وقت نداری ولی من فکر میکنم اون موقع خداوند یک وقت معدودی دوباره میده به انسانها چون اینقدر انسانها رو خدا دوست داره چون خودش آفریده عاشق فرزندانشه نمیخواد فرزندانش گمراه بشن نمیخواد فرزندانش گم بشن به خاطر همون به گوسفند و شبان میگه میگه شبان راضی نیست یک گوسفندش از گله جدا بشه اگه یه دونش جدا شد از گله میره دنبال اون یه دونه اون 99 تا رو میذاره میره اون یه دونه رو پیدا میکنه میاره به اون 99 تا اضافه میکنه که حفظ بکنه امرو میگه سرانجام نشانه آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت عزا خواهند گرفت خیلی بده وقتی به عیسی مسیح ایمان نمیاری وقتی ببینی که عیسی مسیح اومده بعد اون موقع نمیدونی چی کار باید بکنی چون وقت تمومه تمام مردم دنیا مرا خواهند دید که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوه خیره کننده می من 2016 جنوری 2016 همینو دیدم عیسی مسیح در رویا دیدم که ایسای مسیح با تمام جلالش از آسمان داره میاد حتی انجیل من گرفت خط زد بست گفت یعنی دیگه این, به گوش همه رسید زمان زمانهای آخره به همه بگو که من دارم میام من هم دارم همش میگم که عیسی مسیح گفت من به زودی میام تمام مردم دنیا مرا خواهند دید که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوه خیره کننده می و من فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا در از هر گوش و کنار زمین و آسمان گرد آورند اونایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن فرشتگانه فرشتگان میفرستم همه اینا رو جمع بکنن میگه حال از درخت انجیر درس بگیرید هر وقت شاخهای آن جوانه میزند و برگ میآورد میفهمید که تابستان به زودی فرا میرسد همین طور نیز وقتی تمام نشانه ها را ببینید بدانید که پایان کار نزدیک شده است چقدر ما داریم میبینیم کو از وسط دونست میشه سونامی های عجیب زلزله های عجیب نمیدونم تگرگاهی به این بزرگی میسه توپای بیسبال توفان های عجیب سیل در این همه اینا رو میبینین مطمئن باشید این نس خواهد ماند و همه اینا را به چشم خود خواهد دید میگه آسمان و زمین از بین خواهند رفت اما کلام من تا به ابد باقی خواهد ماند اما هیچ کس نمیداند چی روزی و چه ساعتی دنیا به آخر میرسد عیسی مسیح میگه هیچ کس میگه نمیدونه حتی فرشتگان هم نمیدانند فقط خدا میداند میگه فقط خدای پدر میدونه که زمان به آخر خواهد رسید در آن زمان مردم دنیا سرگرم عیش نوش میمانی و عروسی خواهند بود بی خیالش حال ما رو ببریم البته من اینا رو نمیگم که شما مذهبی باشینا مذهبی نه عیسی مسیح کسی مذهب نیاورد عیسی مسیح به این نگفت آقا شراب نخور نه دکترم الان تشخیص دادن تو شراب بخوری برای معده برای قلبت خوبه یک گلاس شراب بخوری میگه مست شراب نشوید یعنی طوری مشروب نخور یا نمیدونم شراب نخور که مست بشی از خود بی خود بشی گذافه بگی اعمال خودت نفهمی اون موقع چی کار داری میکنی اینه نمیگه که ایش نوش داره میگه منظور ایسای مسیحی که از تمام فکرشه از تمام الهیات از خدا و پیغمبر انداختی بیرون میگی هیچی وجود نداره در فکر ایش نوش خشه در فکر زندگی های خودشه بی, بی خیال همه اینه داره میگی ایسای مسیح بیلا عیسی مسیح نمیگی تو مشروب نخور یا نمیدونم شراب نخور یا فلان نکن میمونتی بگی شراب بخور حالتو ببر ما هم شراب میخوریم هارون نیست شراب که مشروب از هارون نیست که میگه مست شراب و یا مشروب مست شراب نشوید در آن زمان مردم دنیا سرگم عیش و نوش و میمانی و عروسی خواهند بود درست همونطور که در زمان نو قبل از آمدن طوفان در آن وقت کسی باور نمیکرد که واقعا طوفانی در کار باشد تا آن طوفان آمد و همه آنها را برد و آمد, آمد همه آنها را برد آمدن من نیز چنین خواهد بود اون موقع نو داشت کشتی عظیمی که داره خداوند بهش گفت داشت درست میگه صد سال طول کشید اون کشتی درست که چون تجهیزات که نداشت اون موقع تکنولوژی نبود که با دست با دو تا پسرش و دو تا عروسش این کار میکرد با زن شش نفر آدم بودن دیگه این تمام این کشتی بزرگ داشت درست میکرد به همه میگفت آقا زمان زمان آخره بیاین توبه بکنین همه میگفتن نه بابا چی میگی تو دیوانه شدی هوا به این خوبی داری کشتی برای چیز میسازی اونم جای کشتی میسازی که اصلا دریایی نیست <تصیح> این کشتی به اون عظیمی صد سال طول کشید وقتی طوفان اومد دو مت سه مت آب اومد تازه اینا فهمیدم واقعا طوفانه اون موقع دیگه در بسته شد دیگه نمیتونستن نجات پیدا بکنن همین کشتی نو در کوهای آرارات توی ارمنستان اون بالا که پیدا کردن لاشه این کشتی رو پیدا کردن اونجا به زمین نشست یعنی آب از کوه بالاترین کوه هم سه چهار بالاتر رفته بود تمام کره زمین آب گرفته بود هیچ کس باور نمیکرد بهشون می همین حالا هم اینجوریه وقتی پیام عیسی مسیح میدیش که باور نمیکنه که همین الان علم پیشرفت کرده تکنولوژی بالا رفته هیچ کس باور نمی‌کنه حرف‌های کی عیسی مسیح داره میزنن. باور نمیکردن اون موقع باور نمیکردن ولی یه دفعه پیش میاد عیسی مسیح یه دفعه میاد میگه اون موقع که وقتی پایان رسید از دو نفری که مثلا در خانه هستن یه نفر ربوده میشه از دو نفری که دارن کار میکنن یه نفر ربوده میشه یه فیلم هم دیدین یا تو آسمان تو هواپیما تو زمین همه یکی یکی غیب مشه... غیم میشدن همینه ربوده میشن اونایی که به ایسای مسیح ایمان دارن ربوده میشن همینجوری در جسم ربوده میشی میری مثلا میگم ال اینجا برنامه دارم اجرا میکنم مثلا میگم الا خدا یه بعد دیدی مثلا من برد اینه زندگی ما خوبه زندگی کردن خوبه در خوبی زندگی کردن در ثروتمندی در علم در پیشرفت کردن خیلی خوبه. ولی یک نگاه ما حتما باید به سوی خدا باشه. برای آینده ما چون این جسم ما بالاخره ترک میکنیم چی در پنجاه سالگی چه چهل سالگی چه هشتاد سالگی چه صد سالگی فرق نمیکنه این جسم ما رها میکنیم میریم باید در فکر اون باشیم که وقتی جسم ما رها میشه اون طرف که میره ما رو موفق باید. میگه اونجا رو هشت میلیون آدمی که مردن بعد از اکسپرینس بعد از مردن دارن زنده شدن مردن زنده شدن میگه اونور نه دردیه نه احساس خلایی داری اونجا همیشه شادی و اونجا صحبت کردن هم این نیست فکر هم دیگه با فکر هم دیگه صحبت میکنن میگه تمام اونورا همه اینقدر زیباست که اصلا توصیف نمیشه که زیبایی اون بالا تا اینجا اصلا زمین تا آسمون میگه فرق میکنه در صورتی که ما تو روی زمین میبینیم زیبایی های خیلی زیادی در روی زمین هست جنگل های زیبا، رودخانه های زیبا، آبشار های زیبا ولی در اون دنیا اونایی که دیدن مردن دو سه ساعت بعد، یک ساعت بعد، چهل دقیقه بعد، سه ساعت بعد، سه روز بعد زنده شدن دیده این چیزا رو میگن اونجا زندگی است اینجا زود میگذرد واقعا میگذره لحظه دیگه تو نمیدونی که آیا زنده ای یا مرده بس هم بطن من امروز بیا به این ایسای انجیل ایمان بیار تا وقتی این وقایه آخر زمان افتاده نترسی غبی باشی که بگی همین حالا اگه عیسی مسیح بیاد من چون به عیسی مسیح ایمان دارم میدونم میرم به بهشت امروز بگویه عیسی مسیح من این زمانهای آخر با آمدن تو رو شنیدم به گوشم خورد امروز تو رو قبول میکنم که تو عیسی مسیح منجی عالمی تو روی صلیب رفتی به خاطر گناه من مردی بعد از سه روز زنده شدی من گناهکار رو ببخشی خداوند به امروز به قلبم بیا تا حقیقتا اون زندگی جاوید شامل حال من بشه در نام عیسی مسیح می طلبم آمین همینه بگی مسیحی شدی و به عیسی مسیح ایمان آوردی و نجات پیدا کردی بعدم میتونی بری انجیل بخونی در سایدا در همین تلفنی که داری همین تلفن میتونی این تلفن رو بری تویش هولی بایبل دانلود بکنی و به زبان فارسی انجیل بخونی دیگه نمیخواد برای مثلا یه نفر برات انجیل بفرسته نه تو همین میتونی راحت بخونی خیلی راحت میتونی هولی بایبل بیاری این ببین من زدم رو بایبل اومد بایبل نگاه بکنین به زبان فارسی هولی بایبل بایبلشم هم نگاه بکنین قهوهیه نوشته هولی بایبل میتونین راحت بخونین به ایسای مسیح ایمان بیارین به ایسای مسیح شما رو میگه عیسی مسیح میگه اگر صاحب خانه میدانست که دوز در چه ساعتی میآید میماند به نمیگذاشت دوز وارد خانه شود به همون ترتیب شما نیز برای آمدن ناگانی من همیشه آماده باشید تا غافلگیر نشوید عیسی مسیح در این میگه ولی اگر میگه شما خدمتگزاران گذاران باشید و بگویید خداوند ما به این زودی نمیآید و به هم قطاران تان ظلم کنید و به عیش و میگوزاری بپردازید آنگاه در لحظه ای که انتظار ندارید خداوندتان خواهد آمد به شما را به سختی تنبیه خواهد کرد و به سرنوشت ریاکاران دوچار خواهد کرد ساخت و به جایی خواهد انداخت که گریه و ناله و فشار دندان بر دندان باشد پس هم من امروز این رو شنیدی به ایسای مسیح ایمان بیار تا زندگی در ایسای مسیح حقیقتا با شادی و آرامش وقتی به ایسای مسیح ایمان میاری حقیقتا آرامش خدا رو داری چون هم خداوند در رویا خداوند میبینی در خدا صدای خدا رو میشنوی در همین جور به حضوری خداوند رو میبینی اگه ایمان داشته باشی در قلبت پس امروز بیا به عیسی مسیح ایمان بیار که بتونی هم در این دنیا لذت ببری هم بدونی که دنیای دیگر میری پیش خداوند دیگه نمیری دیگه نمیگم حالا میری تو جهنم فلا، اون کار ندارم قضاوت کار خداونده ولی خیال جمع میشه پاسپورت هم اینجا میگیری مورش هم میزنه برات خداوند میری پیش خدا الان اون چند سال زندگی میکنی هشتاد سال نوست سال صد سال هر چی زندگی میکنی اون دیگه با خداست شما رو به خدا سپردم امیدوارم که درس های امروز مفید باشه برای شما و برای زندگی های شما خوب باشه شما را به خدا میسپرم تا هفته دیگر بدرود تا درود دیگر مرسی که ما رو نگاه کردین مرسی که ما رو نگاه کردین خدا حافظ شما باشد مرسی مرسی Ağayı Yasir Berim. <tıklıktan>